قسمت دوم پادکست ایری اچ دی یا هشتاد اچ دی ما و احمد فلای با این ده هنگوور مستر هنگوور این امروز قراره در مورد اله سرور که نمیدونم چه ربطی در رب دری داره صحبت کنیم okay. و همچنان هواشی اخیر رپ دری دیگه نمیدونم یک سری گپ هست ایره باش اول سانسور میکنم ده احمد میگم افراس که داریم زنگ زده بود قصه کنم یا نه؟ قصه کنم قصه کنیم، اوکی خیلی سانسور نمیکنیم چون احمد گفته که قصه کنم اوکی حال حالا احمد چه رفتی داره در همه از این داستان ها؟ احمد که از پای سنگ رب دریه <laughs> به گپ اینجاست باشم پای ما پای مسئله تخت راحت بانم دیگه ایری ایچ دیگه با هم دیگه قصه کنم میریم نه؟ اه... راحت باش احمد... راحت باش خانه خودت اه... <laughs> دقیقا آره سی بچا بچا این پادکست داخل اسپاتیفای هم هست پادکست چگپا داخل اسپاتیفای هم هست و پادکست روتلس که در زبان انگلیسی است او هم داخل اسپاتیفای است پادکست روتلس از خیرتان بچه در دوستایی که فارسی را یاد ندارن معرفی کنین شاید خوششان بیاد به خاطر که بیشتر از ای که مثل هواشی رپ دری و ADHD در مورد از این چیزا صحبت کنیم بیشتر در مورد چیزای مهمتر و زندگی که ما در افغانستان داشتیم در مورد از صحبت میکنیم تا مردم خارجی درک بیشتری از فرهنگ ما داشته باشن به هر حال ای دی دیگه تو یگان دفعه بحث میره بریم سر بحث اصلی داستان واتس چه او <applause> رو ده ای دی ایش دی دیگه جریمه رو کنکله کنسل چقدر قیم هفته مود شده بود آه داست فرهنگ کنسل و فرهنگ کنسل میخوای فرهنگ کنسل برای کسایی که نمیفهمن یک توضیح خیلی کوتاه مفید مختصر بتید تو بتید مره کنکل نکنن از دکس پرسان <applause> زیاد نظر نمیدون مره کنکل نکنن آ من امروز اتفاقا از دکس داخل ت... چیز داخل دیسکورد آلفا ایلیانز ازش پرسان کردم بچه دیسکورد آلفا ایلیانز هم بیاین لینک میمانیم در پایین دیسکریپشن ازش پرسان کردم گفتم تعریفت از کنسل چیه؟ گفت یعنی که یکی رو تحویل نگیری دیگه بعد از اون خب mm -hmm. ولی خب بحثش خیلی بزرگتر است مثلا زمان های سابق کسی که مثلا در یک جامعه خیانت میکرد تبعید میشد mm -hmm. برو دیگه اینجا نبیه اگه میخوای تنبیه شدیدتری نشی درست تبعید میشودی کنسل از لحاظ اینترنتیش همچین حکمی را داره تبعید کردن یک آدمی که مثلا برو دیگه تو اینجا جاییت نیست یا مثلا حتی ما مثلا انفالو کردن مثلا ویو نزدن مثلا دیگه دنبال نکردن مثلا خرید نکردن از او آدم هر چیزی که در او آدم فایده برسانه دیگه کسی او کار نمیکنه به خاطر که نفر کنسل شده درسته مثالش کانیوست مثالش کانیه وست خیلی میخوان کنسل کنه ولی بحث کانیه فرق میکنه آره دیگه از بیلیونر کنسل که شد از بیلیونری افتاد کنیه راز کی راز میلیونر شدن پیدا کرد گفت چرا رقمی در یک روز میلیونر شوم گفت مثل یک کار کرد از بیلیونر تبدیل شد در میلیونر یک شب کنی آرایت right, right. آرایت هم بحث کنسل شدن دیگه و دیگه درباره از که مثلا چرا باید یک آدم نجات پرست چرا باید کنسل شه بیشتر بیشتر به خاطر عزیزه که به خاطر ای که ما رپ دری را آری از چه میدانم نجات پرستی و ایتی چیزا نگه داریم mm -hmm. خیلی زحمت کشیدیم درست ولی خب یک سری دفعه اولی که نجات پرستی کردن چون نجات پرستیه بوده در وجودش نجات پرستی کرد مردم گفتن تو نجات پرستی خیلی توجه سمتش آمد گفت فلا احساس میکنم این نجات پرستی هم. وسیله خوبی برای مارکتینگ است آمد پایین آمد پایین آمد پایین تا که گفت والا چیزی که من طرز فکر نفر احساس میکنم آمد پایین آمد پایین حتی کوشش کرد که روابط خوده خوب کنه با کسایی که قهر کرده بود یا با کسایی که در علیهشان نجات پرستی کرده بود و ای گپا آمد رابطه خود خوب کنه ولی دید رابطه خود خوبم کنم بازم جواب نمیته بیا از این مارک... مارکتینگ آسان استفاده میکنیم دیگه دو تا تیکه کچ میندازیم خلاص بعد چهار نفری هم که دور و هست مثلا دهش میگه آره نه اینا که خودشون همچین گپایی رو میزنن تو تو بگو داخلش نشو اگه یکی هم گفت میدیم مثلا عوام فریبی میکنیم بگیم نه ای تو شد و تو شد حالا توضیحات کامل نه فام بتیم نتیم بیتیم دیگه پادکست سر صحبت دفعه اول بحث ما و افراز که خیلی بالا را. اصلا خیلی ها میگفتن که تو مثلا مصطفی را سر نجات پرستیش کالاوت اوت کردی یعنی چشم همه آوردی که این نجات پرست است مصطفی ولی خب مثلا افراز نگفت در حالی که افرازم کی اول از همه گفت این نجات پرست است نه ای که افتخار کنم به یکی یک نفری را مثلا نجات پرست گفته نه اصلا بحث افتخار و دیگه و دیگه نیست بحث از که حتی دفعه اولی که من کلمات نجات پرستی را از دهن از آدم شنیدم به خاطر که نیده بودم اصلا نمیدانستم چه قسمی واکنش نشان بدم آلی هم صد در صد بعد از دیدن این ویدیو هم فناش میان چرت و پرت میگن هم خودش با اکانت های فیکش میاد چرت و پرت میگه و همچنان داخل تلگرام خود باز دوباره مادر و خواهر و بس قومیت ما دو میزنم ما عادت کردیم دهی حرکت های بیشعوری ای آدم اولی هم براتون تعریف میکنم به خاطر از اینکه دفعه اول داستان همه از دهن افراز شنیدن خب از آن سیال هم شنیدن از آن خیلی بچه های دیگه هم شنیدن خب ولی از دیدگاه ما مثلا شاید نیده باشه کسی اوکی. Okay. در حالی که ای آدم همیشه میدانست که حاشیه برش فایده داره آمد اول با ما آشیا درست کرد بعد با سیال اینا آشیا درست کرد بعد با مصطفی اینا با همه یعنی همزمان شروع کرد و دید داره جواب میگیره خب مم. بعد بحث فدایی که خست یکی از این بچه ها برگشت که فاجی بیا خد افراز بیف نکو بیا با هم دیگه آشتی کنین در بهانه از این که آرام افراز میخواد چیز کنم ازت نظرت خواهی کنم بیا یک صحبتی بکو به خاطر از که همه داریم با فدایی کار میکنیم بیا مثلا چی کنیم بیا با هم دیگه آشتی کنین و که این طرف فایده شده دیگه از یک طرف خب من بارها گفتم این مسئله را که من با همکاری فدایی زیاد خوش نبودم مصطفی هم گفتم ولی خب بالاخره حرفی که اونا زدن گفتم بابا شانس در خانه آدم یک دفعه میزنه می فهمیدی ولی دیدگاه ما چی بود که آقا ما این همه بر رپ دری زحمت کشیدیم مم. چرا مثلا آخر سر یکی دیگه بیا م... مهر خدا بزنه ده اینا میگن کالچر ولچر درست ولچر uh, میشه لاشخور درسته ولچه کرکس کرکس های چیز آه اما حکم عمزه رو داره دیگه که مثلا تو تمام زحمت هم میکشی یک نفر در لحظه در دقیقه نوت میه مثلا کل امتیاز و کردت هم میگیره درسته؟ yep. خب این کار درستی نیست کار را که کردن که تمام کردن <laughs> ولی ولی خب حالا بگذاریم حالا نتایج از داستان هم دیدیم ما, ما اشکال نداره خب ولی خب سر از او بحث که آره ما همه ما با هم دیگه چتروم داشتن هر چیزی که داشتن همین بس زنگ زد چتروم ببخشید گپ تو گرفتم بس چتروم باز آمده بود در وایس های تلگرام خود مانده بود که آقا شما اگه مشکل داشتین با این کار یک چتروم میزدین ده 20 تا آرتست جمع شدین و گفتین این کارت بعدا بکشش پایین خب بگو به غیرت جلو سی چل تا آرتیست و برگشتی در علی ای گفتی دیگه در کارم کار نگه در کارت کار نمیگیرم دو هفته بعدش رفتی خار مادر مرا فش دادی داخل تلگرامت آه باز آیه دلیل نمیشه حالا گوش کو گو. داستان گوش کو گو. برگشت زنگ زد ما و سیال از عزیز صحبت صحبت فهمیدی گفت آره آجی شهرمنده من نمیدانستم این بچه های افرا آمدن مسیح نام گرفت مسیح و اینا گفتن آره علی ما رو تیکه انداخته یک کار کرده او کار کرده ما رو جوگیر کردن ما یک سری حرفایی رو زدیم گفتم آخه تو مگه عقل نداری عقل خود میدی دست مردم بر خود تصمیم میگی نه تو را او تو را بعد فرداش دوباره دیدم یک استوری زد من گذاشته استوری گذاشته که نمیدانم گفته چه آهنگ بدم یکی نوشته بود دیس علی ای تی اچ او را استوری کرده بود بعد قلب گذاشته بود زیرش بعد فاز چیه زنگ میزنی مثلا معذرت خواهی میکنی بعد دوباره از این چیزا میذاریم میگه نه دیگه طرفدارا گفتن یک چی بزار یک پست بود گذاشتم و دیگه و دیگه بعد شروع کرد درد دل خب شروع کرد درد دل گفت آره نمیدونم با خدا رپ دریر ازارگی ها مردار کردن فامیدی دما کسی همیت نمیده پشمایم ریخ دلم درد داره پشمایم ریخ ما بسیار درد دارم اصلا نمیدونستم چرا جواب جوابش بهتون از بس بحثش بر من نو بود درست <تص> یه گپ دا... مستقیم در خودت نابد. گفته دیگه آره آره که از آره. یا... دیگه او زمانا ها او, او زمان ویس ریکورد گرفتن و از تماس ر... چیز گرفتن مود <laughs> شاید هم گرفته باشه <laughs> 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 ای خدا <laughs> ما برگرشون گفتم برش توضیح دادم گفتم همچین گپی نیست صرفا به خاطر از یک رپ دری رپر هزارا بیشتر داره خب معلومه مخاطب هزاره بیشتر داره یک چیز طبیعی است بعدش هم بخوای نخوای ما مارکت جور کدیم خب بخوای نخوای یک فکت است دیگه اوکی؟ ولی به هیچ هیچ وقت به این معنا نیست که مثلا پذیرش دیگه ملیت ها داخل هیپ هاپ باشه یا نادیده گرفته شده باشه درسته تا امروز هیچ همچین گپی نبود اگر بژن زفرمل بد خواند نگفتیم که مثلا یک رپر تاجیک بد خواند گفتیم بهشان زفر خوب نخواند اگر جمال مبارز بد خواند نگفتیم یک سید خوب نخواند گفتیم بد خواند یا یک نفر اگر خوب خواند نگفتیم چرا یک بچه فلانی خوب خواند گفتیم ولی خوب خواند. مثلا متین افم و شاجور فست بند فیست بند آه فیست باند سامی شاجر باند، ام امسی غلام امسی غلام همین در گروه خود ما چقدر آدم های متفاوت بود؟ مثلا همین ال بی آر، درسته؟ حالا شاید خیلی خبر نداشته باشن. ولی ال بی آر که تشکیل کردیم مثلا جواد از بامیان، درست؟ mm. آتون از غزنی، صوبان پشتونای غور، مم یک دانا وردکی، <تصفح> درست؟ اوکی، okay. به خدا اگه یک لحظه میگه با بین ما رد و بدل شده باشه که مثلا همچین گپی مثلا ای هزار هست اون تاجیک هست و پشتون است از طور از عبادم که سیدای غزنی درست؟ همه ما داشتیم فعالیت میکنیم بعدش کپار از ما حمایت نمیشه ای تو تو گفتم چه جور حمایتی میخوای میگه بابا اینا مثلا آهنگای خودشان اشتراک میذارن پست میکنه اینی کار میکنن از ما رو کسی نمیکنه آهنگش آهنگش با به گفته خودش به خاطر خودش گذاشتیم داخل پیج دری هیپ هاپ 400 هزار تا بازدید گرفت بدون از اینکه مثلا پیام بده که آقا من میخوام بیشوری نفره نشان میده نه که من به خاطر از اینکه میخوام کل بازدید بیای سمت خودم سمت کانال خودم لطفا امیر پاک کنیم ام. این کارا نکرد مستقیم استرایک زد درست اگر من استرایک زدم اگر من استرایک زدم کسیره را راه میخواستن که استرایک بزنم میتونم میگم میتونی استرایک بزن بیا زدم تا گریه دیگه خیر <تص> ولی یادم صد تا امروز هم مثلا از من حرفی نبرامد که مثلا چرا استرایک زدی یا تو حق تا آرتیستی فهمیدی با وجود از اینکه از من خواستی که حمایت کنم حمایت کردیم در کانال خود 100 هزار تام نخورده بود که مثلا با اه, تایتل و تگایی که من استفاده کرده بودم مثلا موزیک یک ذره دیده شد نه اینکه لیاقت دیده شدن نداشته باشه ترکش خوب بود که دیده شد بیت خوبی داشت که دیده شد درسته کدوم ترکش ولی خب گاندی آه. آره بابا بله گاندی ترایزد. بچه ها چند شب پیش در لایف خود چلنج میداد که نمیدانم گاندی با که سه بار از روی یوتیوب ورداشته شده ولی هم نمیدانم سه میلیون بازدید داره بیبی بحث بی بحث اون سه میلیون بازدیدم زمانهایی که مثلا ما در فیسبوک و در پیک و فایل مثلا بقیه ست تا دانلود میخوردن از ما مثلا 500 تا بود م. خب امیال اتفاقا اکانت پیک و فایل هم هست تمام دانلود هست آمار دانلودش خب همونطوری که مثلا او روزا برای من هزار تا عددی نبود که مثلا دل خود خوش کنم که او ما از بقیه از بقیه کده بیشترم من او, او دیدگاه را نداشتم خب عالی هم مثلا چنین دیدگاهی ندارم که مثلا به نظر من میلیونم میلیون هم برای ماها کم است استعدادی که ماها داریم داخل رپ دری 100 میلیون هم برای ما کم است چیزیست که من فکر میکنم خب حالا بحث سر این آدم برگشت مثلا فوش ناموسی ما را داد مثلا مصطفی و اینا را ما فوش ناموسی برگشتیم بهش دادیم درسته؟ okay. اوکی جلوی چل تا آرتیست ازش معذرت خواهی کردم گفتم به خاطر که فوش ناموسی دادم mm. ولی فرداش دو هفته بعدش دوباره رفت فوش ناموسی داد گفتم ولش کن گفت در موردم گپ نزن در موردت گپ نمیزنم رفت ویدیو جور کرد چهل دقیقه در مورد من صحبت کرد فقط mm. بازم چیزی نگفتم چرا سر بحثم بودم زمانی که اینجا آمدم استوری گذاشت که منتقدین سوسیال خورا خودش سوسیال خور شد خب بیناموس بیناموس مگه تو نگفتی در مورد ما گب نزن خب باز میای عکس مرم میذاری بعد چهار تا پایینش نوشتم میکنی بازم چیزی نگفتم خب رفتم پیش زرتشت زرتوش برگشت شروع کرد از این آدم تعریف کردن که نه او قدرم آدم بدی نیست. صرفا مثلا داخل رپ دری خیلی احساس تنهایی میکنه ای تو میکنه او تو میکنه خود تنهایی بودن از لاشی بودن ات داشت. چرا لجت ایرانی شد؟ چون یک پانچ لاینی همچین چیزی بود یک رقم. اوکی. تو فکر کردی فکر به خاطر از اینکه دائم وقتی تکس می نویسه در تلگرامش در لحجه فارسی می نویسه آه اون روز من تکس بخوندم هرچی کوشش میکردم تکس ایرانی رو بیارم دری کنم دری, دری... کنم نمیشد باز در برافت یک چند تایش یک, یک نفر ما در رپ دری جورنالیست کم داریم که مثلا یک سری داستانای رو موشه کافی کنه به شکل یک فرمتی در بیاره بذاره ما شما اینجا فقط صحبت های خود از تجارب رو به خود میکنیم نه؟ حالا برگشتم با زرتوش در مورد از این صحبت کردم گفته که ای میگن نجات پرسته گفتم با زرتوش گفتم گفتم که سند میخوای کفاره. گفتم حرف من آیا برات سنده یا نه یادم پیش من نجات پرستی کده گفت مثلا گپ تو باور دارم ولی تا سند نباشه نمیتونم جلو نفر بگم به خاطر که نفر رد میکنه درست بعد بعد از یک چند وقتی و اینا گفت بیا میخوام افراز میگم من مشکلی ندارم با علی صحبت کنم و دیگه و دیگه بیا بیایم با هم دیگه آشتی کنین صحبت... ای که مثلا در ارتباط باشین بهتره تا ای که دشمن هم دیگه باشین فهمیدیم بعد دقیقا دوران های چیز بود بیف ما و مصطفی بود حالا کسایی هم که میخواین در مورد بیف ما و مصطفی بدانین مصطفی زنگ زد جزئیات تماس از خود مصطفی بپرسین دیگه چی بود چرا من دیگه پشت, پشت داستان نگرفتم تا اینکه که مثلا اگر دیدم هیت از طرف از او از مزیاد چرا چون بالاخره مصطفی خودش در مورد من فقط همه قدر جزئیات هم که در مورد فوشای چه میدانم دورگه و ایتو چیزایی که داده بود از معذرت خواهی کرد این مهمه که مخاطب بدانه درسته؟ yeah. بقیه جزئیات دیگه با خود مصطفاست که میخواست یک ویدیو جور کنه یا هر کاری کنه دیگه ربط خودش داره ولی اگه دیدم هیت زیاد میشه سمت من یا سمت مصطفی مجبورم یک سری حرکت ها رو بزنم حال همون دوران ها بود که در تماس شد که برای من عجیبم بود که آلاشی این همه وقت ماندی دقیقا زمانی که من با مصطفی داخل بیف شدم تو آمدی میخوای اوکی کنی ولی گفتم بازم اشکال نداره زرتوش زنگ زد پیش از که مثلا با ما هماهنگی کنه یک دفعه دیدم دوربین دور داد دیدم افرازم اونجا است دیگه و دیگه, و دیگه و بعد با روی خنده و شوخی و مزاق و دیگه و دیگه شروع کرد به صحبت کردن بعدش با هم دیگه صحبت کردیم و اینا گفت آجی بحث نجادی ها مرا کریر رو داغون کرده خب؟ مم. گفتم نه خب <laughs> خب بچه خوب. باهوشیه چرا سعی که بچه باهوشیه چرا میگم بچه باهوشیه به خاطر ازی که برگشتم میگه وایس ما رو دستکاری کردن خب من گفتم وایس تو رو دستکاری هم کرده باشن دمک معلومه تو همچین کاری کردی <تصفح> <تصفح> میگم ما یادم نمونده میگم تو همچین حرفی را زدی میگم ما یادم نمونده در حالی که دانه دانه جزئیاتی که مثلا با هر کسی دیگه ای که دفایده شد همه را حفظه چرا اونمو یک دیتیلی که در ضررش میگه یادم نیست ردم نمیکنه که بگه رد کنم میگه یادم نیست mm. این خیلی مهمه نه yep. Yeah. بعد برگشتم داشم گفتم زرتوشتم دیگه شاهده دیگه آجی من گفتم ببین من اصلا تو مادرم مرا فوش دادی تو فوش ناموسی دادی هر چیزی دادی بعد از اینکه من ازت معذرت خواهی کردم بعد از اینکه یک بار تو از من معذرت خواهی یک بار تو از من معذرت ازت خواهی کردم ولی بازم فوش ناموسی دادی درست mm. چیزی نگفتم ده گفتم در دلم نگرفتم خاک خشک ده دیوار نمیچسبه در چلچل سک دریا کسیف نمیشه ما همچین ضرب مسئله داریم دریا مردار نموشه مردار نموشه <applause> گفت ولی مثلا یک ذره زر... گفتم گفتم آقا تو معذرت خواهی بکن گفت <applause> کدام آقا دا داخل ویدیویی که با فرشید ویدیو گرفتیم گفت من معذرت خواهی کدام فرشید گرفتیم آره بعدش Uh, گفت در ویدیویی که با فرشت مثلا جور کردی مذارت خواهی کردم گفتم خب چرا پاک کردی؟ میگم من گفتم هیت میامدی تو میامد و تو میامد و که البته تو... کافو شعره او داستانم الان هم که بحث یانگومی و ایتو چیزا شده و آهنگ آخرش که پخش کرده آجی من خیلی سرم بد خورد نه تنها به خاطر از که مثلا آهنگش داخلش بوی نجات پرستی میداد خب بلکه از که مثلا دابل داون کرد یعنی بیشتر پافشاری کرد که مثلا آه داخل لایوش مثلا چی میفهمم میگه برای من دوست دختر پی پیدا کنین ترجیحا یانگومی باشه <تصفح> باز اله سرور نشته بود سوسان و سرور ای هم زشته ای 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 هم خیلی زشته من دیگه تا همونجا که اله سرور مثلا سوسان و سرور گفت قبل از او یک رخم های بایست بودم خب گفتم اوکی مثلا رپر رپرم کارش یک مثلا دو پهلو بنویسم باز خودشم همیره هم مستقیم دیگه اخ... وقتی الهه سرور رو بگی سوسان... سوسان... و سرور دیگه او بحث دو پهلوی که کردی یانگومی و جکی جان او, او... یک پهلو آره دیگه. دیگه, او, وقت... ام. او وقت آدم تا اونجا آدم شک داره اوکی اه... میبی ای مثلا منظورش او معنای دیگه, ایش... دیگه ای که در ذهنش بوده بوده ولی وقتی امه. که می مستقیم اله سروره به خاطر قیافهش سوسان سرور مگی دیگه آدم او وقت دیگه کلا مطمئن میشه اوکی او پانچایی هم که زدی یک طرفه بوده دیگه آره خب ببین یک سری حرفایی رو من میفهمم ولی نمیتونم دهن باز کنم بیشتر به خاطر از که مثلا کجا ثبوتت یا یه حرفا رو داری از دل خود میزنی و ماندم بر اساس زمان خود اینا مثلا خود افشا میکنن هم. خب این طرز فکر که من دارم ولی بر اساس همین چیزهایی که تا تعالی را مثلا چی کردن دیگه کم کم همه فهمیدن که یادم چقدر بی من احساس میکنم این آدم به خاطر که داخل افغانستان نبوده و سنگ... دو مساله یا سنگینی نجات پرسی که دارم میکنه رو درک نمیکنه مم. یک, یک داستان یا ای که چون بین هر 25 نفر یک دونه جامعه ستیز داریم ما یک فکت روانشناسی هست که بین هر 25 نفر حدوداً یک تا جامعه ستیز داریم و جامعه ستیز کسیه که مثلا به خاطر که در هدفش برسه خیلی حال تعریف خیلی خلاصه ای کنم خیلی یک طرفه که به خاطر ازی که مثلا در هدف خود برسه دست و هر کاری میزنه و احساس امپیتی و ریمورس نداره فارسیش نمیدونم چی میشه امیر یک همدلی. گوگل کو. فرض مثال من ببینم یک تا سوزن تو در دست خود میزنی یک رقم میشم نه, نه. این میشه مثلا درد تو رو من حس میکنم این میشه ریمورس پشیمانی مثلا یک کاری که میکنی میبینی یک نفر ازت از آزرده شد احساس پشیمانی اینی دو اینی دو ندارن خب آدمهایی که جامعه ستیز و ای من احساس میکنم یا, یا ای آدم جامعه ستیز از لحاظ اختلال روانی که داره من اختلال روانی مثلا ADHD است درسته یا ای که سنگینی از این داستانه درک نمیکنه سنگینی نجات پرسی که داره انجام میتره درک نمیکنه و نمیفهمه که مثلا چقدر آدم ها دارن اذیت میشن با بتزی ما زیادتر احساس کنم م... ما من احساس منم م... که مثلا همین فعلا اگه تیک تاک یا یک دفعه اسکرول کنی همین داستان نجات و نمیدانم پشتون و هزاره و از چیزا خیلی داغه خب بعد رفت دارینم تیک تاک چور کردن <applause> آره او کلچر کسیف از تیک تاک ورداشته آورده در مارکت رپی چرا؟ چون دفعه پیش که گپ میزدیم درباره در باره اگه پادکست اپیزود قبلی رو ببینیم ببینین در باره صحبت میکردیم ما و شما هم دیگه کلن در چیزهای منفی زیاد گرایش داریم گفته اوکی الان همین نقطه ای که در تیک تاک مثلا خیلی اتنشن توجه طرفش مثلا لایف مم. میمانن خو چهار نفر از چهار قوم مثلا تاجیک از پشتو خوارا. اره من لایف میمانن اون موقعی که من ما ما فلان تو رو فلان کردم و دیگه ما مگه من فلان تو رو. باز در زیر از او ویدیو بیست هزار سی هزار نفر همینطوری ششتا وام دو میزنن در داخل کامنت خلاصه همون <laughs> کلچر کسیف همون فرهنگ چتل تیک تاک کم کم داره و گپ زرتوش تزریق مانه ده فرهنگ رپ داری در دا مارکت رپ داری این خیلی کسی بود یکی دیگه گفتم دا امی داستانی موضوع کنسل ها. یک چیزش کنیم جنبندیش کنیم به نظر تو کل... نه ما ما یک چیز دیگر رو پیش از کنسل میخوایم بگم بعدش کنسل رو چی کنیم خب م. یک سری آدم ها، ما یک وایس ماندم داخل چنل اینستاگرامم بچه ها مسیج میمونیم داخل از اونجا باز کلی، برای کلگی مسیج میره برای کسایی که دارن باز میتونید در اینستاگرام چی کنین جوین من گپی رو گفتم گفتم کسایی که ببینید، وقتی میگم سواد خیلی مهم است بابت انزی داستان است خب سواد و دقت ما خوب واجبندی رو نگاه گفتم کسایی که خارج از ایران خارج از افغانستان کلان شدن سنگینی بحث نژادی را نمیفهمن درست هم. همچین حرفی رو زدم امروز داخل دیسکورد یک نفر یک آدمی که مثلا خوش معروف هم است داخل یوتیوب مثلا ریاکشن میره حبیب از فکر کنم نامش بر من پیام داد تگم کرد که علی جان منظور چی بود که بچه که در ایران کلان شدن هیچ چی رو نمیفهمن ای کجا او کجا خیلی فرق میکنه نه هم تکرار میکنم کسایی که خارج از افغانستان کلان شدن سنگینی بحث های نجادی رو درک نمیکنم من مثال زدم داخل دیسکورد گفتم مثلا ما میرفتیم مکتب خیلی عذر میخوایم دوستا خیلی عذر میخوایم که ای گپار دارم میزنم چون این سنگین است خب ای رو از امیال مذارت خواهی میکنم مکتب میرفتیم چون مکتب ما یک قسمی بود که مثلا بالاخره بیشتر چون محله هزارها بود هزارها بیشتر بود و میرفتیم مثلا چهار تا پشتون یا دیگه اقوام که ما رو گیر میکرد سر ما شعر میخواندن من یک ده ساله نه ساله بیشتر سن نداشتم میدون بچه های سیزه چهارده ساله سرم شعر میخواندن که مثلا ازاره تغاره کله موشش میخوره. مطمئنم سر تو هم شاید اتفاق افتاده باشه، کسایی که در برچی بودن اکثریت همچین اتفاقی افتاده بود، م. درست؟ و خانه می آمدیم، از کلانهای خود پرسان میکدیم، من مطمئن از اولاد ما یک روزی برگرده بگه همچین شرایط نجادی رو ما تجربه کده، من مثل پدر کلانم یا مادر کلانم باشم برخورد نمیکنم، مرا گفتن تو هم در ضد شعر بخوان بگو اوغان تبرغان کله موشه بخوران چرا چون ای از جنگ های داخلی این مانده بر ما yeah. ولی من او کارا نکردم من اگر اول از همه که اگه او شعر میخوندم خود سباش دهنم سرویس بود <تصفح> بعدش هم بحث سنگین است بحث بحث سنگینی عزیزی داستان است مثلا ما ده نفره میرفتیم در چیز یک بار روز معلم بود رفتیم ده نفره گردن باغ بالا مثلا ملکدن دیگه روز معلم در نام معلم ما ملمه کردیم ولی یک دفعه ای مثلا 20 تا بچه پنشری سر ما انداختن در بهانه از اینکه شما الکل خوردین دانتان بوی میتا شروع کرد قفاخ زدن دو نفر غرض نداد یکی ما یکی یک بچه تاجیک هم سنفی ما بود چرا چون قواره های ما شبیه خودشان بود ولی بچه های دیگه که قواره هایشان فرق میکرد کلگی را لطو کردن و به اندازه یک عالم پیسه هم گوشی هم کمره هر چی که داشتن بردن ولی سن ما و بچه دیگه نامدن به خاطر قوار ما که شبیه خودشان بود سنگین است درسته؟ خیلی و صدها مثال دیگه این مثل از این دارم که کمپنی رفتن نمیتونستم با اکثر کسا ما خود ما در گلایی بودیم پشت سر قلای واید بود قلای واید نمیتونستیم بریم آزار و عذیت و بچه های هایت مثلا منطقه ما نمی آمدن آه. چون می اذیت میشن هیپ هاپ تنها جایی بود که این مسائل نبود داخلش م. قبول داری؟ 100 در وقتی ایگه پا زدم کلی سر عزیز و حالی برمیگردیم سر اوام فریبی یک او در مورد عوامفریبی فریبی و اینا هم یک صحبتی کنیم که مثلا اوام فریبی و بر... مظلوم نمایی مظلوم نمایی اوام فریبی و که مثلا داستان یک قسمی دور بیتی که مردم بگن نه ولو گپاش منطقیه ایر کسایی میگه گپاش منطقیه که مثلا دیدگاه دیگه شنبینا. مثلا من وقتی که ذهنم خام بود مثلا هشت ساله بودم هفت ساله بودم در ایران امروی پدرم داخل کفاشی بودیم مثلا یک سوال برم خلق شد که چرا مسیحی ها ایسا را میپرستن میگه بخاطر که مریم مقدس بدون از این که شوهر داشته باشه ایسا مسیح به دنیا میاره Yeah. <applause> خود چون با کسی نزدیکی نکرده همه میگن که عیسی مسیح بچه خداست وقتی ذهن من خام است منطقی است ولی بعد از اینکه مثلا دیدگاه های دیگر رو ها میبینی بعد میگه آخه اوکی اینی جا خالیگاه داره یعنی جا خالیگاه داره مثلا از دیدگاه اسلام yeah. <applause> مثال زدم براتان و حالی هم چون کسی نیست که مثلا بولشتایی که یادم میگره مثلا ده... دیتکت کنه <applause> کس شرایی که آدم را پیدا کنه به خاطر از این میگه راست که دیگه من این ای گپم چرا دارم یک ذره میخوایم در موردش صحبت کنیم به خاطر از که از کسایی که توقع نداشتم من میگه پس زدن و او کسام داخل ایرانن دوستای نزدیکی که همچین حرف میگه تا هم گپش بی منطق نیست ولی ما اول براتون میگم مثلا میگه که ما خودم وقتی میگیم چشمایم چینی بچم دلارم چینی و از این گپا وقتی خودمون میگیم چرا یکی دیگه بگه ناراحت بگه فرقش هم براتون بگم افتخار کردن به اصالت و اصالت خود زمین تا آسمان فرق میکنه تا توهین کردن به اصالت یکی دیگه ویدیو را سر سای کن چه <تصحیح> <تصحیح> مگرد جاپانی فیوریت نکلس شاینی همچین چیزایی و... ولی بچام خوب فلکس مونن ها با اصالت خود ب... I love it bro. چیزی که هستی به آه... اصالت خود ما افتخار میکنیم ولی کسی حق تمسخر کردن نداره mm. ایگه خیلی مهمه وقتی ما میگیم مثلا مثال زده بود که جواد میگه نسل شفیع و مزاری اوکی؟ mm. آیا ما کسی دیگه ای را تمسخر کردیم که مثلا بگه که آ ما احمد محسود قهرمان ماست تمسخر کردیم کسی را؟ mm. نه یادر قهرمان قهرمانتان است خانه تان آباد پس تا کار ما کار نگیریم ما به اصالت شما احترام داریم شما به اصالت ما احترام داشته باشیم میگه برتر دانستن هر نجاد نجادی خودش نجاد پرستی خودش آره باز آ... یک چند تا وایس افتخار دیگه. ببی بر دانستن نیست افتخار کردن افتخار میکنیم که هزار هستیم نه اومدیم بگیم که مثلا ما از فلانی برتریم یا از فلانی برتریم یا از فلان... نه ده چیزی که هستیم افتخار میکنیم چه ربطی دیگر دیگرا داره اینی خیلی درک نمیکنن <much> یا مثلا خیلی حالا یک سری بحث های دیگر رو آورده بود که اونا برای خودشان مثلا یک ربطی داره <much> اله سرور مثلا در کامنت ها و اینا نوشته کرده بود که مثلا ما هزار هستم من افغان نیستم و تو چیزا دایورت نکنین داستانه اول یک مشکل خلاص کنین بعد خیلی آدم دیگه هستن که ما بخوایم کنسلشان کنیم کلچر کنسل میخواین مود کنین دیگه یک چند وقت ترند نوشه باید خیلی ها کنسل یک چند همه یک چند وقت همه رو کنکل کنیم نه ببین حالا این رو در حس شختبی داریم میگیم ولی دایورت نکنین تمام این انرژی که خلق شده را سر چیزی که واقعا مهم است خرج کنین بعد نفرای بعدی هست حالا رو ولش بیا درباره از این صحبت کنیم که مثلا الهه سرور وقتی میگه که من هزار هستم افغان نیستم خب من در ای زیادتر فکر کردم مثلا در این وقتا در امید اواخر در کلچر مثلا فرهنگ کل دنیا این مود شده که مثلا خیلی خود ایدنتیفای از انیمل مگه اصلا مثلا مگه ای که من دیگه مهم. آدم اید نیستم من مثلا پیشگم بعد تو تو به عنوان یک کسی که میخوای که از او کانتکت برقرار کنید این وظیفه از توی که در ایدنتیتی از او احترام قائل شوی و چیزی که او خودش میخواهد تو او را با همه مثلا پروناون و از گپاس اه اه چی کنی باش برخورد کنی حالا وقتی که اله سرور مگه من افغان, افغان نستم چون افغان یک قوم دیگه من ازاره استم ازاره قوم من هست آقا این در نظر من این خودش مثلا آید... آ... چی آ... چی مسئولیت آیدنتیتی خودت داره که خودش چی میخواه اصلا آه... سرور فردا بایی بگه که ما دیگه مثلا کلا جندر خراوست کدوم من دیگه بعد از این مرد ما شما باید رو به من خانم نگین آقا باید ببین هویت هر کسی ربط در خودش داره و وقتی مثلا نفر میگه ببین یک نفر وقتی میگه من افغان نیستم هزاره هستم خب خیلی فرق میکنه که با ای که بگی خوب که مثلا ما هزار هستم افغان مثلا چتل نیستم یک صفت او زمان تو به احترامی کدی و ما و شما میفهمیم که مثلا در بین کسایی که مخصوصا ماها میفهمیم که مثلا وقتی میگی افغان به معنای این است که مثلا باشنده افغانستان باشی تو بلکه به معنای پشتون است من این گپ درک میکنم که مثلا برای ما فرق نمیکنه ما میگم ما یک رپر افغان هستم درست آه. و هیچ وقت مثلا خود پشتون نمیبینم و هیچ وقتم مردم پشتون ما را از خود نمیبینن این بحثش کاملا جداست م. خب ولی که مثلا یک نفر خود آیدنتिफाई میکنه از ای که مثلا ما ما هزار است. افغان نیستم هزار هست درست به نظرت منظور چی هزار سوال همینجا بود که مثلا یک نفر اگه بگه که من ما... خود آیدنتفای منم از یک ازاره به نظرت این هم نجات پرستیه یا نه چون این خیلی فعلا این هویت انتخاب هویت از پیادر فعلا همین داستان در دا اینستاگرام خیلی کلان شده خیلی کسا آمده در بحث اله سرور که مثلا ای که او آمده قطعی از این ماجرا شده ای کلا جدا ولی چون همین همی کامنتی که داده بود من ازار هستم افغان نیستم این فعلا بول شده مثلا دیگه رپرا از اقوام دیگه آمده مگه تو نجات پرستی کردی تو وقتی که میگی تو که وقتی یک سلبریتی میگی که من از آرستم افغان نیستم خود از این نجات پرستیه دیگه سوال من جو بود که مثلا درباره صحبت کنیم آیا این نجات پرستیه که یک نفر یک هویت حق انتخاب هویت خود داشته باشه یا نه خب وقتی که خیلی از ماها میریم داخل استرالیا آه. آهنگ میخوانیم زنده باد استرالیا پاینده باد استرالیا شنیدی آهنگ آه. <shook> و دیگه نفر خود هزار استرالیایی میدانه کمیونیتی کمیونیتی استرالیایی ها گنگ ها خیلی خب آیا کسی هست که بگه که مثلا تو چرا خود افغان نمیدانی خب نفر دو افغان استرالیا نفر حوییت خود انتخاب کرده خب و مایی که فرض مثال مادرم ایرانی است و پدرم افغان است ما هویت افغان خود انتخاب کردیم درست م. آیا ما نجات پرستی حالی. حالی من نجات پرست هستم مثلا مردم ایرانی بگن که نه تو ایرانی چرا خود افغان میگی چرا خود افغان میگیری مثلا ک... یا مثلا همین اروپا اروپا رگ مادره خیلی بیشتر از رگ پدر قبول دارن چون حالا دلایلش داخلش نبردادی ولی خب اینجا مثلا بر اساس هویت مادر شناخته میشی نه پدر ام. اینجا بگن نه تو چون ایرانی سی بخ... ایرانیسی ایرانی به خاطر که مادرت ایرانی من مثلا سن تذکیرم با مثلا اکثر افغانایی که اینجا هستن سن با واقعی فرق میکنه درست نفری که باش صحبت میکردم گفتم من این سن سال دارم گفت تو خود در تذکیره بازی نه است گفتم مهم نیست نیرم توضیح بده که الان از این داستان کش در نیاره که علی اروپا رفته خود زیر سن داده نه اتفاقا بالای سن دادم علی در اروپا خود ده سال کلانتر داده و وقتی قد نفر صحبت کردم مثلا گپای ما داشت گوش میداد من گفتم پنج سال پیش که مثلا 23 سالم بود خو خو گفت من داشتم دقیق دقت میکردم که تو که خود 28 ساله میگی آیا آیدنتیفای از 28 ساله میکنی یا سنی که در دا اینجا دادی فهمیدی گفت نه ولی حال گپ تا فهمیدو یعنی فکر کن حتی سن که یک چیز تاریخی دید. یعنی دقیقا تو روزی که در دنیا آمدی مشخص از فرض مثال نه برای شاید مثل خیلی یا نباشه بگم اون برف کته زده بود زنده با استرالیا پاینده با استرالیا فهمیدی حتی فکر کنم من یک ما که, که یک چیز بیولوژیکی است تاریخی است مثلا ثبت میشه م. وقتی من بخوا... از دیدگاه اینا بخوایم مثلا بگم مرا فرض مثال 29 سالا نگیم 27 ساله بگین اینا دو دا احترام دارن میگن اوکی یا ایدنتیفای از 27 years old مگو... م... امی... امی... بحث خیلی مهمه باید باید مثلا ده نفر ریسپکت داشته باشی یک نفر موگه که اوکی ما تا زمانی که ده تو به احترامی نکده آه دیگه ما با ایش مشکل ندارم ولی طرز یکی که طرز بیانش شاید اشت... خوب نبوده آه... خوب؟ چی بوده و یکی دیگه؟ هم دوران دوران حساسی هستیم رانگ تایم رانگ پلیس بوده <laughs> در دوران حساس سیستم و وقتی که مثلا خودت از یک نفری نه تنها انتقاد میکنی بلکه ضدش کمپاین میکنی چون بخوایم نخوایم ولی الهی سرور ضد افراز کمپاین کرده رسما درست به خاطر همین کارش چشمای بیشتری سمتش است و منتقدین بیشتری منتظرن که آدم یک سوتی بده اینال بیا درباره ولی... درباره از که الهی سرور آمده در موضوع واکنش نشان داده صحبت کنیم به نظر تو اله سرور در جایگاهی بود که به مثلا ریاکت کنه دا. همه ما در جایگاهی هستیم که مگه ما از آره مگه اله سرور از نیست okay. وقتی ده تو به احترامی میشه تو واکنش نشان نمیتی من در این کار ندارم که مثلا 15 سال پیش ستاره افغان رفته بود این کار کرد او کار کرد هر چی که شد هر کاری که کرد mm. دهش به احترامی شد واکنش نشان داد و از انفلوینس خود بابت از این کار داره استفاده میکنه به نظر من mm. خب ولی خب اه, نمیگم که مثلا هیچ آدمی مثلا پرفکت من پرفکت من که خیلی از پرفکت بودن دورم فهمیدی خ... همه ما همه ما آری از خلا نیستیم تنا تنا پرفکت پرفکت oh, for... <laughs> نظر خودت چیست؟ به نظر خودت در جایگاهی بود که صحبت کنه یا نه؟ به نظر من امی ام گپی که تو زدی مثلا یک نفر که به تو تو بهترام میکنه تو صد درصد به ریاکت میدی حالا الاسرور مثلا در استوری که من در پیگیری کدوم نشته بود که مثلا من خودم اوقدر اعتماد به نفس دارم چون همی همی مثلا یک در افغانستان وقتی بودم مرا چینایی یا که مثلا خیلی عذر میخوایم در افغانستان ای، ای توهین خیلی عادی, شده بود که مثلا می گفت تو چشمایت کرک است تو نمی فهم چینایی استی فلان الاسرور در استوری خود مانده بود که مثلا این توهین ها شده ولی آلی ما موان کردیم مثلا ما از اون دوران تراوما را داشتم ولی ما آلی موان کردیم که مثلا اعتماد به نفس خود ساختم که دمه دیگه مهم نباشه یک نفر دمه چی توهینی میکنه ولی من در فکر میکنم کسایی که دا افغانستان است یا ایران است مثلا همی همی تیکهایی که حالی ده مثلا رپ اینفلوئنسش هر روز کلان شده میره خو مثلا تکه های تکه های از آهنگ های از لیریکا سرزبان ها مفته مثلا فکر کو قبلا هایی بود که یکی میخواست در یک از آره توهین کنه او رو مثلا میگفت چشم کرک اوکی؟ بعد از این مثلا با ای که مدرن شده این نفر به یک چیزی بگه بگه, بگه که مثلا بخوای توهین کنه جای از یک چشم کره رو صدا کنه مثلا بگه که چینی مینی نمیره دکتن یا یانگوم آه او یانگوم یا که او سوسانو از گپا مثلا او لفظای توهین قدیم اصطلاح های توهین قدیم اپدیت شوه در یک چیزی مدرن تری که مثلا ترنتره مثلا بین جوانا و کسایی که رد سنی پایین تر داره از دوازده تا 15 از دوازده تا ایش داره میگفت باز این میتونه که مثلا تخریب شخصیتی کنه و مثلا خیلی آسیب های جدی تری از این مردم برسانه چون او وقت مثلا خیلی مانوئل بود آلی کلان آمده روی اینترنت روی اینترنت هم تخریب شخصیتی و از این چیزها خیلی یک چی بود اینترنت بولی رایت مثلا بولی چی میشه در فارسی در ایرانی میشه قلدور در وطنی فکر هم یک نفری که به آزار بتا آزار بتا. آه. مثلا در امی واجه اینترنت بولی مثلا فعلا خیلی سرش بحث میشه وقتا در مکتب مثلا در اروپا آمریکا در مکتب از بولینگ زیاد بود آلی همو آمده داخل اینترنت مثلا یک نفر رو میخواین تغییر کنن از کلم های بد یا نمیفهم از واجه هایی که ترند میشه او رو میگیرم به صورت منفی استفاده اون من. خلاصه اگر ای بود که اله سرور آمد همچین گپ رزد که مثلا ما خودم در خودم در ما اصلا ارزش نداشت که من به این واکنش نشان بدم ولی ای فکر کردم که مثلا ای چیز ما خودم تجربه کردیم ولی الان اگه بیاید همین چیز بازم سر نوجوانا تکرار شوه ما تخریب شخصیتی میکنه و در روان باید از سازی نباید شد آفرین به نظرم عادی نباید شد خب چون برای تخریب کردن یک دیگه خیلی آسان است مثلا در هر قومیت یک استریوتایپ پیدا کنی یک یک چیزی پیدا کنی که همهشان بین خود مشترک دارن و امور بگیری موجب تمسخر قرار بدی درست ولی خوب نیست اشتباه هست و مخصوصا نسلی که نسل که چه کنم؟ قومیتی که حتی قبل از دوران امیر عبدالرحمن خان مثلا سرش نسل کشی صورت گرفته این بحث خیلی حساس است فهمیدی؟ یپ yep. این بس ما امروز در موردش گپ میزن و ما تو امروز در موردش صحبت میکنیم خب خیلی یا گپ ما تو را شاید نفهمن فقط بخاطر از اینکه میگم تحت از اون شرایط نبودن م. Mm. ولی اگه امروز ما تو مثلا صدای را نکشیم خب شاید خیلی ها بگم بخاطر ویوی کار را میکنیم خب ولی خب ما اگه قرار بود برای ویو خیلی کارا را کنیم خب اول از همه ویدیو ریاکشن ها را جور نمیکنم <تص> درسته <تص> بس بس از اون نیست بس ویو چیزی چیزی که بس بس رپ دری بس بیو رپ رپ بر یک جوی است که مثلا هیچ گونه نجات پرستی دوست نداشتم داخلش ببینم نه ای که مثلا بگم که از اول فکر میکردم داخلش باشه چیزی بود که اصلا نمیدیدم داخلش رنگ و نجات و اص... هیچ چیزی دور... نمیدیدم او دوران قدیمی که مثلا همه هیپ و رپ و هیچ چیزا بین ما از 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 انگلیسی رو میخواستم بگم بگم <تصفح> او دورانی که ما نوجوان بودیم و مثلا با یک کارا عشق میکردیم یه با خدا یک ایدی دی شدیدی دارم خواه یک دانه موضوع رو نمیتونم فکس فوکس کن آه. او دورانی که مثلا بین ما بود اصلا ده این ای چیزا فکر نمیکردیم یک <تصفح> یک موزیک که پلی میکردیم مثلا یک موزیک از بچه هرات میامد سمی شجور میامد مثلا با او تیپ گنگ خود می یک موزیک ویدیو می داد ما رو پلی میکنیم ایتری که آه حراتی هراتی رسایی نکنین یا مثلا این توجیک <تصفح> که ای رچی نمیفتیم دمشان گرم چه تره بیا یک کاری کنیم که مثلا از بچه های کابل وقتی یک حرک یک ویدیوی می ها. بچه های هرات که سعی کنه بگه شد اینا دارن جلو می زننن. بیا که رقابت تنگتر <تصفح> <تصفح> کنیم آره بیا که مثلا ای نه ای که مثلا تنها ب... ببین ت... که مثلا با سمی شاجور از یا اوتو باشه متین افم هم کار خوب میداد ما و شما هم اوتو بودیم خب همین میگم دیگه مثلا متین افم کاسیکاف هم کار میداد مثلا ما و شما میگفتیم او دمشان گرم بیا اگر کت دیگه ما بزنیم آره یا که مثلا هر کسی که کار خوب میداد یادش و خیر کار بیف شفاخانه بیمارستان <تص> زر... آه. زرتوشت محسن امتی نمیدانم دو, دو سف از آلمان کار میدادن بچه هرات از هرات کار میدادن از جبرئیل بعد اه... ما میشیدیم عشق ما نمیگفتیم اوکی اینی مثلا مثلا کاسیکاف بچه های جبرئیل ای رو ولش که نگاه یا ازاره یا که مثلا محسن امتی نمیدانم کجاییه ولی میگفتیم که اوکی همه دارن رپ دری رپ مونن خیلی هم خوبه چه بیف با آلیه. او وقت دیگه از تیکامیکان نبود که او بچه ها مثلا از آلمان بیای بگه که آ شما جکی جانی رپ دری رپ دری تا زمانی که کابل خیلی فعالیت میکرد به نظرم خیلی اینفلوئنس بزرگی سر ای که دیگرا چه قسمی تکس نویسی میکردن داشت م. خب البته یک سری آدما اوریجینالیتی خاص خود دارن و داشتن خب اونایی که نداشتن در خود میخورن میان کامنت میتن از طریق فیک ولی اونایی که داشتن خودشان میفهم میگن علی منظورش با ما نبود خب خیلی از آدما اینفلوئنس میگرفتن و ای که رپ دری که ما داخل کابل کار میکردیم بخوای نخوای سر کل رپ دری تاثیر میمارد ببین رپ دری که در دا کابل بود خب به نظر من بیشتر همه الهامش از رپ آمریکا میومد خب چون گیمسک گوشکی تبدیل کرد اوکی اوکی چون او دوران مثلا همه وقتی که رپ فارس گوش میدادن در کابل رپ فارس قبل مد نبود یادت بیا کسی نم گفت او بیا یاس مثلا چه آهنگی داده مثلا ما میششتیم همه با هم جمع میشدیم straight out of چی بود کامتون سعی کردیم یادت دیگه ای ام... خودم دانلود میکنم خودم توضیح میکنم خود <تصح> <تصح> اینفلوینسش هم از تو آمد مثلا اوکی ما امرای رپ شاید که رپ فارسی آشنا شده بودیم خب مثلا یک مثلا اگه رپ هیپ هاپ کلا مثلا یک چی یک دریاچه فرض کنیم مثلا ما کدی دریاچه یک آشنا شدیم از طریق رپ فارس ولی دیدیم او شت سرچشمهش اینجا داستان اصلی اینجا اینا مثلا دارن او وقت اگه یادت به کل موزیکای ایرانی کاور بود کاورای مثلا امینم و نمیدونم 50 سنت بود فلو هم از همونا بود فقط تکس هم حتی از همونا بود فقط دور میارد از انگلیسی در فارسیش میکردن و میخاندن. وقتی که ما مثلا ما با کسخولیم تو تابستون پای الکلی تو تابستون <applause> آفرین باز وقتی که ما مثلا همین که مثلا کابل اینفلوئنس بیشتری داشت آ فاکت ای به ای هم, هم قبول داره به نظر من چون او وقت ما می اومدیم از اصل هیپ هاپ با اصل هیپ هاپ آشنا شده بودیم گفتیم شت دس دی ریل جی دقیقا بعد یه گپی که بود هر کاری که ما میکردیم مثلا تاثیر داشت روی را بچه که دیگر جای کار میکردن نه ای که بگم کسی از ما کپی میکرد دلیل مثلا یک حالت الهام یک گایدلاین داشت مثلا اگر ما داخل کابل نجات پرستی میکردیم همه جا سرایت میکرد ولی مثلا ما کانسرت گرفتیم اولین و بزرگترین کانسرت رپ دریر داخل کابل خود ما گرفتیم داخل از او هر رقم آدم بود برم ما،, ما اصلا یادم نمیه یکی یادآوری کرده باشه که مثلا چرا مثلا سیدا را آوردین مثلا متین نفهم سید بودن دیگه درست با خدا ما تا رو متین سیده پشتونه چیه <تصفح> ما فقط بابت از که یکی از فامیلایشان با من رفیق بود بابت از او یادم مونده بعد مثلا چرا بچه های دیگه بلک لاین گروه بلک لاین چرا آوردین چرا هراتی ها آوردین کسی نگفت درسته یا من امیالی نمیدارم مثلا علی مچ از کجا بود سید سید مرتزا همراست درست بحث از این و هر چیزی که میخواندیم بیشتر مثلا رب داشته چیز رب داشته داستانهایی که خود ما اونجا تجربه میکدیم و بیشتر چون امی اینفلومنس وست کوست هم بیشتر داشت کابل خودش بخواهی no. بعدا ما فاز نیویورک گرفتم فاز ناز فاز جیزی پرودیوسر های مثل دیجی پرمیر و خیلی دیگه های دیگه حال، بعد از اینکه کابل سقوط کرد از لحاظ هنری که یکی از بزرگترین دلایلش میتونم بگم ما بودم به خاطر از اینکه مثلا مشکلات خانواده زیاد شد اول از همه که از بیار برآمدم درست م. و البیار تا یک مدت خیلی زیادی را تا مثلا برای خود یک استدیو نو بپا کنند تا مثلا از لحاظ پروڈاکشن خود قوی کنند و دیگه و دیگه طول کشید و این زمان این خالیگاهی که به وجود آمد مثلا رپ آلمان زون بیشتر آلمان. در چشم آمد زون آلمان فهمیدی؟ زون آلمان مثلا بیشتر در چشم آمد و همچنان چون سبک جدیدتری را داشتن انجام میدادن البته نگفتن اما ما هم داشتیم در کابل سبکای جدید انجام میدادیم مثلا ترپ اولین ترپ ما او طرف خواندیم حالا اولین ترپی که حالا وایرال شد یا مثلا اوتوتون ترک دبانه قبل از ترک دبانه مثلا سایرم هم کار کرده بود ما هم کار کرده بودم همه داخل افغانستان بود <applause> ای تو نیست که بگی این طرف مردم همه کار کردن منظور مقایسه کردن نیست ولی خب مثلا وقتی او طرف مارکت خالی شد این طرف ترک ها بیشتر برآمد و محتوا هم کاملا تغییر کرد Yeah. محتوا هم تغییر کرد نه اینکه مثلا او زمان ما میخواندیم طرفدارای ما هم چی نبود از ما که سن کلانتر نبود او زمان هم جوان ها بود yeah. آلی هم جوان هاست درسته؟ ها؟ فقط آلی که از یک مارکتی که شده نمیخوام بگم مارکتی چون مارکت رپ فرق میکنه با مارکت پاپ وقتی یک خیلی ها تغییر سبکی میتن سبکایی میخوان که دخترها و جوانا و اینا بپسنده اگه مارکتی میخوانم بگو دارم پاپ میخوانم درست مم. بخوایم نخوایم بخشی از هیپ هاپ حالی پاپیولر هم شده مثل سبک ترپ مثل حالا سبک که مثلا بچه های مینستریم آمریکا میخوانن بخوایم نخوایم پاپ شده ولی خب به این معنی نیست که مثلا کسی در کار اشتباهی میکنه که مثلا او را قمی میخوانه من میخواستم در نقطه دیگه کنیم چند دقیقه ویدیو یک ساعت هشت دقیقه لاست کوچی گفتم که مثلا هر سبکی که داخل هیپ هاپ جذابه خب کسی که ترپ کارش ترپ خوبه ترپ کنه کسی که دریل کارش خوبه دریل کنه کسی که اولد ولی دیگه توهین نکنین آفرین کسی که اولد اسکول کارش خوبه اولد اسکول کار همون که اگه هزار هستین ده دیگرا توهین نکنین اگه تاجیک هستین ده دیگرا توهین نکنین خلاصه. ده خود افتخار کنین ولی ده دیگرا توهین نکنین ده خود افتخار کنین بدون ازی که خود ده دیگرا مقایسه کنین یه yeah. ولی ده احترام بونین <laughs> شیت ای دی دی به مفهم کجا رفت کجا <laughs> 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 دا ده پاف ددی داشتم فکر می‌کردم که ده دستیار تجاوز کرده <laughs> بقولی شا... allegedly allegedly یعنی ثابت شد ثابت نشد نمیدونم ما اوتو داریم در باره چی فکر کنیم کلی مده کجا بچه ها پادکست باید جمعش کنیم دیگه دو خانه شارج از این مانده اوترو باریم اوترو باریم آجی من خیلی حرفا داشتم بابت از این اپیسود خیلی حرفا داشتم ولی خیلی هاش خورده شد خلاصه کلام خلاصه کلام دایورت نکنین انرژی که حال خلق شده را دایورت دایورت در دا فارسی بگو چی میشه؟ ببین یک انرژی خلق شده خب همه هم مثلا میدانن که مقصرش کیسته همو آدم متهم, متهم کنین او آدم اگه گفت آقا ما آدم بدیم ولی او آمادم بعدیه مثلا نری سر از اون. نه اول امیر خلاصش کنین من ما به خدا خواستار چیز نیستم که مثلا بگم که این آدم کنسل شد هر آدمی که مثلا نجات پرست کنسل شد من انرژی از این ندارم که فرض مثال لایف میرم فامیلی نظرت در مورد نجات پرستی فلانی چیست آقا در کجا روانیم خیلی حرف دارم ولی ولش کنم خلاصش میکنیم خیلی دلم درد <laughs> ما بسیار درد <laughs> هر کسی که نجات پرستی میکنه اگر کسی که تا اینجا ما رو دنبال کرده تا همینجا گوش داده کامنت بانین بجز مثلا افراز به نظرتان دیگه چه کسی نجات, پرستی، نجات پرست از دیدگاهتان و چه دلیلی داریم بابتش mm. چه چیزی ازشان دیدین چه ثبوتی و اگر مثلا منطقی بود تا کنسلش کنین و چه کامنت های کی فور یادتان نره که استند for کابل فور لایف ADHD رو کامنت کنین ایموجی های نینجا رو ولی از من بزنین این ایموجی های نمیدونم علی ایموجی انتخاب کن دکتر دکتر علی روانپزشک. دیگه استیتون برای برای اپیزود سه بچه ها نظرتون رو بدین حتما ما نظراتتون رو میخونیم که بتونیم از نظرات شما هم استفاده کنیم و الهام بگیریم و کمک بگیریم برای بهتر شدن دیگه اپیزود اوکی علی گفتنی آخرت کابل فور لایف ویست بیبی چاو یه هم چون گفتی کابل فور لایف کابل از دیگر ها برتر دانستن خودش نشاد پرد احمد فلای کنسل